واقعا اعتقاد دارید که امیر قرنی هیچ از مورینیو کم نداره؟ من گفتن که مثلا این بازی رو بده، اون بازی رو بگیر، به شما میگن شما تیم پاکی بود. جادوگر تو فوتبال ایران هست؟ شاید مثلا اولین بار باشه اینجا میخوام بگم، یعنی تو این بحبوحای این فشارا که بود مثلا ما یه جلسه واقعیتش اینه که مثلا از اواخر دهه 40 وضعیت اقتصادی تو کشور خیلی خوب شده بود و خب پیامد اون فوتبال هم بهره می برد از این وضعیت اقتصادی. بعد این حالت تو کشورهای آسیایی نبود، یعنی مثلا زمانی که من یادم ما سال 53 اینجا بازی آسیایی تو تهران برگزار شد، مثلا تمام کشور رو، من اون موقع دانش آموز بودیم، با کارت دانش آموز با کارت تحصیلی اون میرفتیم، از صبح میرفتیم تو دهکده، همجوری از این سالن به اون سالن بودیم تا شب، تابستون هم بود و من یادم این خارجی ها که میومدن همه با یه دید تعجبی نگاه میکردن، یعنی از تمام کشور اون بودن دیگه. واقعا وضعیت اقتصادی نه تو کشورهای عربی خوب بود نه تو کشورهای شرق آسیا. من یادم حتی ژاپنیا کره‌ای‌ها میومدن اینجا کارگری میکردن و ایران وضعیت اقتصادی خوبی داشت، به همین دلیل فوتبالش هم بهتر بود، برای فوتبال خرج میکرد. مثلا اون موقع ما بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ اروپا میرفتیم بازی میکردیم، یا با تیم‌های حتی آمریکا با آرژانتین، یادم با فرانسه رفتیم تو پاریس بازی کردیم. ببینید وقتی انقلاب شد مثلا تو اوائل دهه 60 که دیگه مثلا جنگ هم شده بود و میخواستن حالا به طریقی یه فوتبالی هم بود، میدونستن مردم فوتبال رو دوست دارن، از اون طرف اولویت با جنگ بود، نمیخواستن فوتبال هم خیلی داغ بشه، یه بحثایی اون موقع ها بود تو اینکه اصلا آیا ما فضا بدیم به فوتبال یا نه. یه عده که میگفتن نه فوتبال مال غربی هاست و برای خودشون استدلال هایی داشتن که فوتبال انگلیس ها آوردن و یه اهدافی داشتن، و یه عده هم میگفتن که نه ما میتونیم مثلا بریم تو مجامع بین المللی تو این بازی ها قهرمان بشیم و وقتی میریم بالای سکو مثلا به جای اینکه کاپ رو ببریم بالا مثلا پرچم رو ببریم بالا و اونجا مثلا شعار الله اکبر بدیم، این میتونه انقلاب رو صادر کنه و این خیلی میتونه بهتر باشه تا اینکه ما بیایم فوتبال رو بخوایم کنار بذاریم. این بحثا بود، حتی توی من یادمه تو همون موقع مقاله های هر هفته توی نشریات ورزشی میومد، واقعا بحث خیلی داغی بود که آیا مثلا فوتبال یه هدف باشه یا یه وسیله باشه. خیلی رو این بحث های زیادی بود. خب اوائل دهه 60 کسایی که مسئولیت داشتن تو حوزه فوتبال و حوزه ورزش، اونا در واقع این بودن که به فوتبال خیلی نباید پروبال داد. حتی من یادم مثلا یه طرحی آوردن به نام طرح منطقه‌ای که اصلا فوتبال باشگاهی کلن جمع شه، یا یه طرحی بود به نام طرح 27 ساله ها که بازیکن بالای 27 سال دیگه اصلا نباید بازی کنه. سری ها بودن که مثلا کلن دیدگاهشون این بود که مثلا هدف توی فوتبال یا تو ورزش اصلا قهرمانی نباید باشه، پهلوانی باید باشه. اینجوری نگاه میکردن، دیدگاهشون این بود. یه ده دیگه میگفتن با اصلا این چه حرفیه، تو فوتبال اگه قهرمان نشی کسی به حرفت گوش نمیده. اونا اونطوری فکر میکردن و اینا همواره واقعا توی مبارزه بودن. در واقع بخشی که مسئولیت فوتبال رو داشت یا مسئولیت ورزش رو داشت، اونایی بودن که مثلا میگفتن که نه اول پهلوانی باید هدف باشه. همون اون موقع مثلا آقای تختی رو ترک کردن برای جامعه و هم در واقع همون سالا بود که مثلا اسم تاج رو عوض کردن، کردن استقلال، اسم پرسپولیس رو عوض کردن. کلن یه دیدگاه های خیلی تندی داشتن نسبت به مسائل. ببینید فوتبال مثلا از دید من مثل یه تکنولوژیه، مثل یه صنعته.
ما برای اینکه این صنعت تو کشورمون جا بیفته نیاز به متخصصانی از بیرون داریم، ولی این نیاز تا کی باید باشه؟ ببین حرف من اینه، میگم آیا یه سری ها میگن که برای همیشه، و عملکردشون هم نشون داده دیدگاهشونه، چون میدونین تو کشورمون از این بابت خب خیلی ها منافع دارن، اما من میگم نه، این نباید همیشه باشه. شما اینا رو دارید میارید، سالها آوردید، خب تو کنارش برای خودتون هم نیروسازی کنید، ولی شما در تمام این سالها شما به من بگید مثلا یه دلار خرج تربیت مربی تو کشور شده؟ ببین حرف من اینه، اگه من میگم که مورینیو از قلنوی از مورینیو بهتره، ببینید اونجا یه بحثی بود در مورد همین مربی ایرانی و مربی خارجی و بحث محیط بود، چقدر محیط میتونه تأثیر بذاره تو شکوفایی استعدادا. بعد من اونجا گفتم مثلا مورینیو یکی بوده که تو پرتغال دیدن این با استعداده، خود فدراسیون فوتبال پرتغال اومد راههایی رو پیدا کرد که اینو بفرسته تو تیم‌های بزرگ، به عنوان مترجم میفرسته کنار سر بابی رابسون که تو زمان خودش بهترین بوده تو باشگاه بارسلون، به عنوان مترجم دو سال سه سال میره کنار بابی رابسون، اصلا کار این بوده که این بره اونجا یاد بگیره، و بعد وقتی برمیگرده میدونه سر تیم پورتو، با تیم پورتو هم میشه قهرمان اروپا، یه پتانسیلای قوی خودش داشته، ولی سیستم هم کمکش کرده دیگه، شده مورینیو. خب حالا شما بیا اینجا تو ایران ببین قلنوی چی، خودش مثلا تو نازی آباد بوده بازی کرده، همونجا مربی شده، کی برای این یک دلار خرج کرده که مثلا این بهینه بشه، این تبدیل به مربی مثلا اونجوری که فوتبال میخواد بشه؟ کی این کار کرده؟ هر کاری کرده خودش کرده دیگه. پس از نظر استعداد این از اون کمی نداره، محیط اونو کرده، مورینیو اینو کرده، قلنوی که تو نظر افکار عمومی و تو عوام همین محیط اون اینجاست، این اینجاست، و این غلطه. بله من اون نامه رو نوشتم، ولی اصلا اینجوری نبود که ورود مربی خارجی ممنوع بشه، من میگفتم در کنار این که اینا رو میارید این نیروهای خودتون هم روی سرمایه گذاری کنید. تا کی شما میخواید اینا رو بیارید؟ تا کی سرمایه مملکت باید بره برای اینا؟ یه ذره هم خرج خود این بچه های خودمون بکنم، یعنی اصاره حرف من این بود. و الان شما همین الان برید اون نامه رو بیارید، اون نامه فکر کنم 6-7 صفحه بود، برید الان هم اون نامه رو بیارید میبینید که مثلا من یه چیزی حدود 16-17 سال پیش مطالبی که گفتم تو اون نامه آوردم، ببین الان بهتر شده و اون حرفا درست بوده یا نه. مطمئن باشید 20 سال دیگه هم باز برید سراغ اون نامه، امکان داره من 20 سال دیگه نباشم، ولی هر کی بره سراغ اون نامه میگه که کاش به این عمل شده بود. چی از دستم میومد؟ من از دستم این میومد که مثلا یه نامه بنویسم برای رئیس جمهور، فکر 84 آره فکر میکردم که مثلا اون رسیدگی میکنه، مثلا فکر اینجوری تصور من خوشخیالی من این بود که فکر میکردم اگه این نامه رو بنویسم میتونه مسیر فوتبال به یه مسیر بهتری بیاد، که هیچ اتفاقی هم نیفتاد. فقط چیزی که شد یه سری این آدمایی که به اصطلاح تو کار واسطه‌گری و دلالیان ریختن برا ما، انقدر کوبیدن ما رو، انقدر فوش دادن و تهمت زدن و موضوع در آوردن که خود ما رو هم زدن. هر تیمی هم همین الان موفق میشه زود همین حرفا رو برش میزنن، و این نشون میده که اینجا اگرم کسی بخواد رو پای خودش باشه و یه ذره خودش بیاره بالا، یه سری هستن که اصلا این اجازه رو نمیدن، یعنی تو رو پای خودت هستی، داری تلاش میکنی میای بالا، بازم میزننش. من خودم فکر میکنم که خیلی خیلی بیشتر از اینی که در طول این سالها برای فوتبال کشورم کار کردم، خیلی کارهای بزرگتری میتونستم بکنم، ولی واقعا من به کار من لطمه زدن،
منو واقعا آزرده کردن. من یه موقعی تو همین خونه تو خلوت خودم میشستم با خودم، مثلا میگفتم خدای من خیلی به اینا چی برم بگم، مثلا حتی اینا یه چیزی میگن که من اصلا نمیتونم برم از خودم دفاع کنم، من برم چی بگم آخه؟ بگم من آدم خرافاتی نیستم آخه، هم فکر میکنم مگه هستی که میای میگی نیستم؟ اصلا یه چنین چیزایی رو اصلا باور ندارم. و شاید از سر کنجکاوی مثلا یک کم نزدیک شدم که ببینم چه خبره، ولی بعد گفتم با اصلا اینا این قاعده ای نیست. اگر یه همچین چیزی رو مثلا باور داشته باشیم، پس کلن علم رو نباید باور داشته باشیم، کلن سرمایه گذاری، نمیدونم آینده نگری، ساختن و هیچ کدوم اینا رو نباید باور داشته باشیم. ولی اینجا نه، اینا مثلا یه سری ها هستن که اصلا منکر همه این چیز، یعنی کسی که در مورد این موضوعات صحبت میکنه در اصل خودش اعتقادی به فوتبال نداره، خودش اعتقادی به علم نداره. یه موقع یه باشگاهی کار میکردم، مدیر عامل میگفت خب آقا جلی این گرم کنن نپوش. مدیر عامل شیشتون من میفهمیدم، مثلا مواظبم بود که مثلا حتی ارتباط تو تلفن منو کنترل میکردم. من میگفتم بذار باشه، میگفتم باشه. بعد وقتی به خود این ثابت شد که با مثلا ما داریم، من این همه دستیار و اینا کنارم، من صبح تا شب دارم کارم رو میکنم، بعد دارم با فوتبال جلو میرم، دارم برای فوتبال زحمت میکشم، اون حتی من گفت خب چرا این گرم کنن رو عوض نمی کنی؟ اون دیگه نپوش. گفتم بابا من این گرم کن مثل یه نمادمه، من کلن رنگ سفید و سرمه‌ای رو دوست دارم اصلا، و تلفیق این رنگ اصلا دوست دارم، همیشه هم دوست داشتم. من هی میگفتم بذار بگن، بذار بگن. یه رو گفتم باش دیگه، انداختیم کنار. و واقعا اینا واقعا اذیتم میکرد. یعنی من میدونی یه موقع هست شما تو خلوت خودتی میگی من یه آره یه کارایی کردم، اگر من این کارا رو کردم تمام اونایی که هر چی حرف برا من زدن نوش جونشون، اما اگر من اینطوری نبودم و اونایی حرف رو زدن هیچ وقت ازشون نمیگذرم. دقیقا تو اون زمانایی که تیم صد جدول بود شروع کردن یه چالش های اونجا برای ما راه انداختن، که من یه روز با هوادارا صحبت میکردم، میگفتم بابا تیم صد جدوله شما چی میگی؟ مثلا میگفتن که ما تیکی تاکای تونی رو میخوایم. البته قبل از این یه ماجراهایی بود، مثلا من شاید مثلا اولین بار باشه اینجا میخوام بگم، یعنی تو این بحبوهای این فشارا که بود، مثلا ما یه جلسه با استاندار داشتیم، با استاندار آذربایجان شرقی. استاندار به من گفتش که آقای جلیلی اگه خانواده‌ات اینجا هستن شما اینا رو بفرست برن و خودت هم زیاد نیا بیرون. گفتم آقای استاندار من اومدم اینجا کار مربیگری کنم، مثلا شما یه جوری حرف میزنی که من اصلا میترسم. ولی خب من خانواده‌مو فرستادم اومدن و خودم اونجا بودم، داداشم هم پیشم بود. بعد شب بود ما دیدیم که زنگ خونه ما زدن و پشت FF نگاه کردم، دیدم یک دو تا از این لیدرها هستن. اومدم پایین و اونا به من خیلی اولش که خیلی اظهار محبت کردن که ما میدونیم شما اینجا چقدر زحمت میکشی، چقدر داری کار میکنی. و بعد گفتن که ما هر کدوم ما 30-40 نفر داریم که این شبا پای این به اصطلاح شبکه‌های مجازی هستن و ما میتونیم کاملا کار رو هدایت کنیم و ما همین شما با ما باش، ولی ما همین بازی شما ببین که ما چقدر فضای استادیوم برات عوض میکنیم. خلاصه بعد گفتم خب حالا اینا رو دارید میگی چیکار باید بکنیم؟ گفت به ما نفری 30 میلیون تومان بده، به ما دو نفرم بودن، شما اگه این کارو بکنی ما هم بازی، بعد شما ببین فضای استادیوم چجوری باشه. من اونجا نپذیرفتم، بهشون گفتم نه من یه همچی کاری نمی کنم و دیگه ازشون خداحافظی کردم اومدم بالا. وقتی اومدم بالا برادرم به من گفت، چون میدید من اونجا چقدر زیر فشارم و چقدر سر هر بازی فوش میخورم، سر هر تمرین فوش میخورم،
برادرم به من گفت خب اگه میدونی مثلا مشکل با این 60 میلیون تومان حل میشه خب بده بهشون. من به داداشم گفتم موضوع اینه که اولا اگر من این کارو بکنم، من اولین قدمو گذاشتم تو راهی که از نظر من راه ناصحیه، راه کثیفه تو فوتبال. دوما اصلا موضوع به همین 60 این 60 من شروعشه. خلاصه ما نپذیرفتیم بازی. بعد اومدیم تو استادیوم، از نیم ساعت یه ساعت قبل بازی فوش میدادم. ما بازی رو حتی با یه گل جلو افتادیم، اینقدر فوش میدادن، اینقدر به تیم فوش دادن که ما اواخر بازی دقایق آخر با یه گل خوردیم و تیم از سر جدول یه اومد سوم. بعد دیگه فشارو خیلی بیشتر رو منم اونجا واقعا، چون دیدم خود مسئولینم حریف این فضا نمیشن، حتی مدیر عامل باشگاه رو عوض کردن. من باهاشون صحبت کردم، اجازه بدید من برم دیگه، چون این فضا یه فضای کار نیست. حتی علی کریمی همون موقع به من گفت آقا به خدا ارزششو نداره آخه. گفتم نه علی جون من میرم دیگه. دیگه ول کردیم اومدیم. ولی من اینجا باید اینو بگم که شاید مثلا به عنوان یه مربی مثلا از استادیوم تبریز آزرده باشم، ولی در تمام مدتی که اونجا بودم خدا میدونه من از این مردم تبریز جز محبت هیچی ندیدم. مردم کوچه، خیابون، فروشگاهاش، هر جایی که من میرفتم من فقط محبت میدیدم. ما پنجشنبه آخرین بازی لیگمون بود که باید با ذوبان بازی میکردیم توی اهواز. ما تیممون هفتم شده بود، چه ذوبان رو میبردیم چه بهش میباختیم. ما هفتم دیگه وضعیت امتیازه یه جور بود که ما هفتم بودیم. بعد ما بعد از پنجشنبه دوشنبه بعدش باید میرفتیم اصفهان جام حذفی با ذوبان بازی کنیم. اونجا هر کی میبرد میرفت، اگه اشتباه نکنم میرفت فینال، یا فینال یا نیمه نهایی، حالا دقیقاً ولی فکر کنم میرفت فینال. یعنی تو فاصله این 3-4 روز دو بار باید ما با ذوبان بازی میکردیم. چند روز قبلش اومدن به من گفتن که مثلا این بازی رو بده اون بازی رو بگیر، یعنی اینجا ذوبان قهرمان شه اونجا جام حذفی تو میری تو اصفهان میری فینال، و من نپذیرفتم اینا رو. بعد روز بعد ما دیگه چهارشنبه شب تیر رفت هتل، و من پنجشنبه صبح که اومدم هتل بازیکن‌ها اومدن پیش من گفتن آقا شما برکنار شدی صبح روز بازی. بعد من گفتم نه. بعد یه دیدم 6-7 بازیکن اومدن منو دوره کردن، آقا شما رو ورداشتن، اسم یه مربی دیگر رو آوردن، یه مربی خارجی گفتن اونو آوردن. گفتم نه به من کسی چی. حالا منم هر چی زنگ میزنم به باشگاه، به معاونا، به مدیر باشگاه، به سرپرست، هیچ کس تلفن رو جواب نمیده. تا نزدیک 12 ظهر یکی از معاونای باشگاه اومد هتل و به من گفتش که، گفتم خود چرا جواب نمیدید برید؟ گفتش که نه ما بالاخره این بازی آخره، ما به عنوان یه باشگاه حق داریم بریم با مربی دیگه صحبت کنیم. گفتم خب حق دارید، الان چی؟ من امروز هستم یا نه؟ گفت بله شما امروز هستی. گفتم دست درد نکنه پاشو برو بیرون، برو بیرون دیگه اینجا نباش. که من اومدم، البته مدیر عامل باشگاه هم اونم بعد از این قضیه خودش رسون اومد تو جلسه برای تیمم یه صحبت کوتاهی کرد و حتی به تیم گو مثلا ما یه باشگاهیم دیگه، بر ما آقا جلالی هم تو گزینه هامون هست، ولی خب کسای دیگه هم هستن، شما بازی کنید بعد کارتونو بکنید، امروز هم برید قوی بازیتونو بکنید. مدیر عامل باشگاه اینجوری گفت و رفت. و منم به بچه ها گفتم ببین بچه ها قضایی رو دیگه شما خودتون دیدید دیگه. به منم اومدن چند روز پیش اینجوری گفتن، من اینا رو از تو اتاقم بیرونشون کردم. الانم به شما میگم یه بازیه که شما اگر تو این بازی بتونید خودتون رو نشون بدید، شما تا سالهای سال که تو فوتبال تو این مملکت هست به شما میگن شما تیم پاکی بودید، بقیهش خودتون میدید. رفتیم تو زمین رو که بچه اون بازی رو کردن و اصلا استثنایی بازی کردن.